اما قسمت دوم تحلیل سریال در انتهای شب. سریال یه جوری تموم شد که من و تو مخاطب خوشحال باهاش خدافظی کنیم. به نظر من خیلی تو زندگی واقعی این اتفاق زامن نمیتونه بیفته. ماهی یه دفعه تصمیم گرفت شرمگین باشه، یه دفعه تصمیم گرفت از قد بودنش بیاد پایین، یه دفعه تصمیم گرفت که بپذیره که خیلی جاها اشتباه کرده، مادر همه بوده جز مادر فرزندش، که درسته اینا. یه دفعه تصمیم گرفت کنترل فرمان زندگی رو بده دست مردی که یه ماه رانندگی رو یاد گرفته. داش رضامون یه دفعه تصمیم گرفت ایگوشو بذاره زیر پاش له کنه، پاشه بره از بهنام خواهش کنه که ماهی رو ببخشه. بهنام هم یه جاهایی یه کارایی کرد که به من و تو مخاطب بگه نگران نباش، من دارم رانندگی میکنم، خونم رو عوض کردم، با ماهی مهربون ترم، با آدمی مثل رضا کنار میام. چیزی که منو تو این سریال خیلی آزرده خاطر کرد به عنوان یه نفر که از دور داشتم نگاه کردم رفتار اشتباه والدین بود، به خصوص تو قسمت آخر، اون جایی که ماهی پسرشو بغل میکنه تو تخت و بهش میگه احساساتی نباش، بذار منطقت بیاد جلو. بچه با احساسات و عواطف بزرگ میشه. ما از اون سن کم به بچه نمیتونیم بگیم که احساسات و عواطفشو بذاره کنار و مثل ما فکر کنه، ولی به نظر میرسید که ماهی داره با خودش صحبت میکنه، با کودک خودش، با خودش. جالب اینجاست که ماهی اونجایی که شرمگین بود تو دادگاه احساسات و عواطفشو آورد که تونست راجع به شرمش صحبت کنه. بالاخره ایگوشو گذاشت زیر پاش که تونست به اشتباهاتش اعتراف کنه جلو قاضی. این تضاده تو این سریال خیلی زیاد بود. پیغامی که بخوایم سریال خوشبینانه نگاه کنیم میتونه برام داشته باشه اینه که آدما میتونن تغییر کنن. من و تو مخاطب باید بدونیم که زندگی تو 50 دقیقه یه دفعه مثل کتله زیر رو نمیشه. باید بدونیم که تغییر ممتد و آروم و مستمر باید اتفاق بیفته تا نهادینه شه. اینه که بدونیم ما نمیتونیم همه قسمت‌های زندگی رو کنترل کنیم. اگه به هر دلیلی احساس میکنیم پارتنرمون به اندازه کافی اقتدار نداره، اینی که ما کنترل همه چیز رو بگیریم دستمون راهکار نیست تو رابطه و در دراز مدت جواب نمیده. اینی که بدونیم هر کدوممون تو رابطه یه رولی داریم. مثلا رول مادر بودن مال فرزند ماست، نه مال همسرمون. حتی اگه به واسطه زخم‌ها و تروماهایی که داشتیم این رول رو از بچگی با خواهر و پدرمون تمرین کرده باشیم. با دنبال مقصر گشتن نه تو رابطه نه هیچ جای زندگی ما موفق نمیشیم. همیشه یه جایی هست که یک یا چند نفر مسئولن. بعد پیدا کنیم ببینیم ما کجا مسئولیم و دنبال اون بریم. از همه مهمتر اگر اختلال شخصیتی وجود داره که داره آزارتون میده، اگه ترامایی هست، زخمایی از کودکی هست، بهترین کار کمک تخصصی گرفتنه، مشاوره رفتنه. ADHD، تراما، افسردگی، استراب، استرس رو با پست‌های 2-3 دقیقه‌ای تو اینستاگرام نمیشه درمان کرد. دو تا درس یا برداشت اصلی تو از این سریال چی بود؟ برام بنویس.